سلام خوش اومدید به کلاس درس در این ویدیو میخوام به یک سوال بسیار بسیار مهم پاسخ بدیم و اون همینه که مشتق تابع Fx x مساوی با x به توان n چیست و من میخوام فرض بکنم که n عدد طبیعیه یعنی n یا 1 یا دو یا سه همینجوری و اعداد منفی یا اعداد گنگ نیست و حتی اعداد کسری هم نیست خب میدونید که این تابه تابه بسیار بسیار پرکاربردی هست و ما خیلی از جاها لازم داریم که مشتقش رو به دست بیاریم در فیزیک در شیمی در علوم مختلف و خیلی خوب هست که اگر مشتق این تابه رو یک بار به دست بیاریم در این حالت کلی و بعد برای توانهای مختلف x از اون فرمولی که به دست میاریم فقط استفاده بکنیم خب بریم به دست بیاریم خب من تعریف مشتق رو می نویسم ما که از مشتق چیزی جز این بلد نیستیم که برابر میشه با حد h به سمت صفر f x به علاوه h منهای f تقسیم بر h که اگر من به ازای به جای f x به توان n رو قرار بدم این مساوی میشه با حد h به سمت صفر x به علاوه h به توان n منهای x به توان n تقسیم بر بنابراین من لازم دارم که این حد رو بتونم حساب بکنم برای محاسبه این حد اول باید یک سری بزنیم به دانسته های قدیمیمون از ریاضیات و من میخوام قاعده دو جمله ای رو برای شما مرور بکنم اگر این رو قبلا دیدید که چه بهتر اگر هم ندیدید من الان به شکل کامل براتون مرور خواهم کرد قاعده دو جمله ای به من میگه که x به علاوه h به توان n به ازای هر x هر h و هر n ای. من اصلا میتونستم به x و h بذارم a و b و به جای n بذارم مثلا m هر چیزی اگر من یک همچین عبارتی داشته باشم من این رو میتونم به این شکل بستش بدم که این مساوی هست با x به توان n به علاوه انتخاب یک از n x به توان n منهای یک در h به علاوه انتخاب 2 از n x به توان n منهای های دو h به توان دو خورد خورده کچ هم نوشتم و به همین ترتیب ادامه بدید یعنی انتخاب 3 از n 4 از n و همینطور توان x تا m یه دونه کم میشه توان h زیاد میشه دقت کنید که توان h در همه اینها با این انتخابه برابر هست یعنی وقتی انتخاب یک از n توان h یک وقتی انتخاب صفر از n توان h صفر و به همین ترتیب تا انتخاب n منهای 1 از n x در h به توان n منهای یک دوباره توان h با این برابر هست به علاوه h به توان n این یک قاعده بسیار بسیار مهم و پرکاربرد بست این عبارت x به علاوه h به توان n یا اصلا a به علاوه b به توان n هست و من میخوام الان از این استفاده بکنم برای محاسبه این مشتق چطور من میام میگم که من به ازای x به h به توان n میتونم این عبارت رو قرار بدم درسته بنابراین من میتونم بنویسم که مشتق مساوی میشه با حد x به سمت صفر x به توان n به علاوه انتخاب یک از n میشه n بنابراین میشه x به توان n منهای یک در h به علاوه انتخاب دو از n میشه n در n منهای یک دوم x به توان n منهای دو در h به توان دو اگر با این انتخاب ها الان خیلی روون نیستید و یادتون نیست که این انتخاب دو از n و اینها معنیش چی بود این فقط یک عدد ثابت هست که تابعی از n مثلا دو از n یعنی n در n منهای یک دوم بنابراین اینو شما میتونید به شکل یک عدد ثابت ببینید چیزی که برای من مهم هست توانی از x و h هست که اینجا ساخته میشه این قاعده دو جمله رو از من بپذیرید به علاوه همینطوری ادامه میدیم به علاوه دوباره n در n منهای یک دوم x h به توان ببخشید من فکر میکنم که این میشد دوباره n یعنی n x h به توان n منهای یک به علاوه h به توان n کل این عبارتی که من نوشتم x به علاوه h به توان n هست منهای x به توان n و کل این عبارت تقسیم بر H من باید این حد رو حساب بکنم اما اگر دقت بکنید اینجا من یه x به توان n دارم و اینجا هم یک x به توان n این دارم اینجا منفی اینجا مثبت بنابراین این دوتا هم دیگر رو ساده میکنن بنابراین من میتونم این کس رو بنویسم به شکل حد x به سمت صفر من میام از یک h همه این جملاتی که این بالا دارم الان فاکتور میگیرم h در x به توان n منهای یک زب در n از این عبارت فقط این قسمتش باقی میمونه به علاوه اینجا میشه n در n منهای یک دوم در x به توان n منهای دو در h و علاوه همینطور این جمله میشه n x h به توان n منهای دو من از یک h همه اینها فاکتور گرفتم کل این عبارت تقسیم بر h خب حالا من میتونم h صورت و مخرج رو ساده بکنم البته من الان متوجه شدم من اینجا که اشتباه کردم این h به سمت صفر هست نه x به سمت صفر هر دو اینها اینجا هم درست نوشته بودم h به سمت صفر هستن من h ها رو میتونم با هم ساده بکنم و بعد میبینم که این عبارت مساوی میشه با حد h به سمت صفر n x به توان n, n های یک به علاوه n در n من های یک دوم x به توان n منهای 2 h به علاوه همینطور تا n x h به توان n منهای 2 و خب من تقریبا کارم تموم هست چرا؟ چون تنها عبارتی که مستقل از h هست این جمله اوله و بقیه, بقیه, جملات همه یک عامل h دارن که ضرب شده در یک عدد ثابتی که مستقل از h هست بنابراین حد همه اینها مساویه با صفر میشه چون حد, حد رو من وقتی که اچ داره به سمت صفر میره دارم حساب میکنم بنابراین جواب نهایی این عبارتی که من دنبالش بودم مساوی میشه با n x به توان n منهای یک این چی بود؟ این مشتق این تابع بود در حقیقت f پریم x مساوی بود با n x به توان n منهای یک وقتی که f x مساوی بود با x به توان n پس بذارید من دور این نتیجه نهایی بسیار بسیار مهمه یک خط بکشم بنابراین من تونستم برای انهای طبیعی این مشتق رو حساب بکنم نکته ای که من الان میخوام بگم این هست که این فقط برای انهای طبیعی درست نیست من الان فقط برای انهای طبیعی اثبات کردم اما این هم برای انهای صحیح یعنی اعداد منفی هم اعداد کسری و هم اعداد گنگ برای همه اونها درست هست از اعداد کسری منظور من اعداد گویا هست یعنی تقسیم دو عدد که یک عدد غیر گنگ شده این برای همه اونها درست هست پس این به ازای این اشتباه شد من اینجا می نمیسم. این به ازای هر ان متعلق به اعداد حقیقی درست هست من فقط برای عدد طبیعی اثبات کردم اما این برای همه اونها درست هست و شما میتونید ازش استفاده بکنید برای محاسبه های مختلف بذارید من یک مثال خیلی بدیهی براتون بنویسم مثلا فرض کنید به شما گفته بودن باشن که fx مساوی هست با x به توان مثلا پنج دوم در این صورت بگن مشتق fx رو حساب بکنید شما میاید و از این عبارت استفاده میکنید پنج دوم همون n شما هست بنابراین مشتق این عبارت مساوی میشه با 5 دوم x به توان n منهای یک یعنی 5 دوم منهای یک که مساوی میشه با 5 دوم در x به توان سه دوم شما به این راحتی میتونید مشتق رو حساب بکنید یا اصلا از اون فراتر فرض بکنید به شما یک عدد گنگ داده باشن گفته باشن FX x مساوی است با x به توان عدد پی همون عددی که باهاش محیط دایره رو حساب میکنیم در این صورت مشتق به این تابع یعنی F پریم X مساوی میشه با پی اینجا پی همون N شما هست پی X به توان پی من های یک و این به ازای هر عدد حقیقی درست هست دقت بکنید که من فقط برای عدد طبیعی اثبات کردم